به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام از رئیس جمهور سابق دکتر محمد خاتمی تا معاون سیاسی وزارت کشور جناب آقای تایزاده، تا استاد سابق دانشگاه تهران دکتر آرش رئیسی نژاد، نگاه هایی وجود داره و به خصوص اون یکی دو روز دیدم آقای دکتر خاتمی در جمع به مناسبت روز دانشجو صحبت هایی کرده بود که بعد از انقلاب، خب شاه هم دیکتاتور بود هم وابسته، بعد از انقلاب بارقه های امیدی ایجاد شد. تو این بارقه های امید چه روشنفکرها، چه شبکیه مذهبی داخل کشور معتقد بودن که میشه یک جمهوریت ایجاد کرد که اسلامیت هم داخلش باشه، و الان به یک ناجمهوریت رسیدیم و ریلمون خارج شدیم. برداشت دکتر خاتمی بر این فضا بود که لحاظ هویتی جمهوری اسلامی رفته به سمت تقابل با آمریکا و غرب و ما میتونیم لحاظ هویتی ضد استعماری باشیم اما ضد غربی نباشیم. آقای تاج‌زاده و آقای دکتر آرش رئیسی‌نژاد هم صحبتهایی داشتن، بذارید اول اینجا یه ذره بازش کنیم به صحبت اون عزیزان هم برسیم. به دکتر تاج‌زاده هم بگم، آقای تاج‌زاده فکرم دکتر نیستن، آقای تاج‌زاده هم معتقد به اینه که حدود اختیارات رهبری کاش پیدا کنه، اصلاحات باز شه، همه جریان ها بیان رأی بدن و اینکه یه تیمی رو معرفی میکنه میفرسته با آمریکا یه سال مذاکره میکنه و نتیجه‌شو مردم میگه. من به صحبت‌های دو تا آرش رئیسی‌نژاد هم میرسم. یه موضوعی هست، من احساس میکنم دارن یه سندی رو به نام خودشون میزنن. یعنی چی؟ یه جریان میگه آقا ما باید با آمریکا گفتگو کنیم و اون یکی جریانه گفتگو نمیکنه. علی دروغه. ما فقط 21 دو سال در پرونده هسته‌ای با آمریکا گفتگو داشتیم، مرتباً مستمرن، چه در سعدآباد، چه در بحث عمان، چه در وین، مرتب گفتگو داشتیم. ما آقای ظریف وزیر خارجه سابق دکتر ظریف تمام این نشست ها رو بوده، بعد از زمان قطعنامه ایران و عراق تو مذاکره تو تیم دکتر ولایتی بوده تا همین الان. آقای دکتر روحانی 24 سال در شورای عالی امنیت ملی بوده، تمام این گفتگوها رو بوده. چرا اینطوری القا میشه که به خاطر گفتگو و ارتباط با آمریکا، به خاطر عدم گفتگو و ارتباط با آمریکا کار به اینجا رسیده؟ گفتگوها بوده، همیشه بوده، همین الان هم هست. چه جور گفتگویی؟ آقای تاج‌زاده میفرمود من یه تیم رو میفرستم یه سال با آمریکا گفتگو کنم، بعد میام به مردم گزارش رو میدم. خب این گفتگو شکست خورد، گزارش چیه؟ چی تغییر میکنه؟ چه گفتگویی رو آقای دکتر خاتمی عزیز منظورتون هست؟ اگر منظورتون این هستش که ما با آمریکا به یک اشتراک نظر برسیم توی منطقه، تو مسائل سیاسی، آمریکایی‌ها نیومدن به این سمت. آمریکا دنبال نرمالایز شما هستن. مگه تغییری در ساختار سیاست خارجشون بوده؟ اونها که از دوره ریاست جمهوری شما اومدن به افغانستان، بعد هم عراق، سیاستش هم از ابتدا این بوده که بیایم نریم بمونیم. خب تو مرز تو هم تو امنیتی ترین فرم ممکن تو رو قرار دادن. بچه ها میفرمایید که نظام چرا همه چیز رو امنیتی نگاه میکنه؟ کی کرده؟ اصلا اساس آمدن جریان شما این بود که شوروی دچار فروپاشی شد، آمریکا نگاهش امنیتی نبود، اقتصاد جهانی داشت را میداخت، کشور ما هم به تبع اون شکل مناسبی گرفت، جریان اصلاحات اومد. مگه در این 24 سال گفتگو نشده؟ مگه آیت الله خامنه ای بارها نگفته آقا من اعتماد ندارم ولی برید گفتگو کنید؟ خطوط قرمزش هم خطوط قرمز سنگینی نبوده. گفتگو معناش اینه که یک منافع مشترک بین دو طرف تعریف شه. اگر منظور از گفتگو با آمریکا منافع مشترک بین دو طرفه، هیچگاه آمریکا این سمت نیومده. حالا آقای دکتر خاتمی تو مقدمه‌شون اشاره میکنن به یک دیکتاتور وابسته.
خب الان جمهوریت رفته تو این دوره هم دیکتاتور وابسته، یعنی شاه، این دوره هم جمهوریتی نیست، ناجمهوریته. خب اگر این رو بر این بذاریم که جمهوریت نیست، یعنی آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر اون بالاست و هرچی اون میگه میشه، خب جمهوری نیست دیگه، همه جریان های اجازه ورود ندارن از دیدگاه آقای دکتر خاتمی. حالا شاه هم که همین بود، یه حزب بود، حزب رستاخیز، و اونم خودشون رو انداخته بودن دیگه، درست. خب شما پس دارید میگید که شاه یک دیکتاتور وابسته بود، الان هم جمهوری اسلامی جمهوری نیست، ناجمهوریه، یک دیکتاتور داره از نظر شما آیت الله خامنه ای، اما وابسته نیست، اما وابسته نیست. حالا این دیدگاه شماست دیگه. حالا پاسخ سوال، اگر بریم با آمریکا ببندیم گفتگو که همیشه بوده، اگر بریم با آمریکا گفتگو کنیم، آیا آمریکا این استقلال رو همچنان از نظر شما به این دیکتاتور ما میده، یا زمانی به ما پوان میده که دیکتاتور وابسته ای داشته باشیم؟ صحبت کردن که در جای خودش ایرادی نداره، که همیشه صحبت است. سیاست گذاری آمریکا برای شما چیه؟ مسئله بعدی، مسئله بعدی، بذارید زمان شاه یه کمی بچرخیم. زمان شاه کشورهای عربی با اسرائیل درگیر بودن، جنگ عرب و اسرائیل، اومدن نفت رو تحریم کردن، گفتن آقا به کشورهای غربی، هر کشوری که دو دنیا به اسرائیل پوام بده کار کنه ما بهش نفت نمیدیم، نفت کشید بالا. شاه باهاشون کار کرد، شاه با اسرائیل ها نفت میداد، شاه با اسرائیل نفت میداد، قرارداد پس. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد این بود، نفت کشید بالا، شاه نفت میداد. خب حالا که قیمت رفته بالا، اوضاعش هم خوب شده، گفت حالا یه خواستایی هم من دارم دیگه، نفتو دادم، پولم دارم، به من اینو 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 بدید. چی شد؟ همین اعراب رفتن، همین عربستان رفت با آمریکا نفتو به دلار بست، گفت نفت میخوای من بهت میدم، نفتم به دلار میدم. خب وقتی عربستان نفتو به دلار بست دیگه چه نیازی به شاه ایران بود؟ با اینکه یک دیکتاتور وابسته بود، درسته؟ چه نیازی به ایران بود؟ یعنی جایگاه و نقش ایران برای آمریکا چی باید باشه؟ اون نقش عربستان خب داره ایفا میکنه دیگه، اون نقش عربستان داره ایفا میکنه، اسرائیل هم که نقش خودشو داره. خب پس ایران بعد اینجا در زمان شاه چه نقشی رو ایفا میکرد؟ مگه دیکتاتور نبود؟ مگه وابسته نبود؟ ما وابستگی رو میذاریم کنار از حرف شما، میگیم شاهی که دیکتاتور بود اما با آمریکا روابط خوبی داشت. چی شد؟ چی شد؟ اگر منظورتون از آمریکا آمریکاییه که به ساختار ساواک شما دسترسی داره، به ساختار ارتش شما دسترسی داره، به تصمیمات سیاسی شما دسترسی داره، این دیگه گفتگو نیست که میخوای جمهوریت داشته باشی که همه سازوکارت دست آمریکا باشی، که این دیگه اسم جمهوریت نی. حالا برسیم به صحبت‌های، واقعا یه نکته رو من اینجا اشاره کنم، جوری سند نزنید که، یعنی من مشکلم با اصلاح طلبان همینه دیگه، میان رهبر میذارن اون بالا سمت تندروها، میگن این رهبر تندروهاست، این مخالف گفتگو با آمریکا، جمهوریت ما رو گرفته، درها رو باز نمیکنه، همه چی دست رهبره. خب اینو یه تعریف اینجوری میکنن، بعد خودشون میان این مقابل قرار میگیرن، نزدیک انتخابات حزبن، رانت ثروت اقتصاد، نزدیک در واقع بعد از این جریان میشن اپوزیسیون داخلی، یعنی ایراداتو میندازن گردن اون یه نفری که اون بالاست. مسئله این هستش که بذارید ما بخش دوم رو صحبت‌های دکتر آرش رئیس‌نژاد داشته باشیم. یه تالار شکیل، که خب شما برای گفتگو تو چنین تالار شکیلی باید بودجه داشته باشید. این بودجه هم استاد گرامی، شما توی امریکا تحصیل کردید، من سال‌هاست شما رو دنبال میکنم، انسان شریف، دیدگاه‌های خیلی خوب، اما تغییری در دیدگاه های شما به وجود اومده. من به عنوان دنبال کننده شما دارم اینو اشاره میکنم، تهمت و توهین و اینا نیست، دارم یه نگاه محتوایی میکنیم. تو اون سازوکار شکیلی که خیلی هزینه شه و یک جریان بعد اونو
تعمیم بده تا شما بتونی بری اونجا صحبت کنی. شما صحبت هایی داشتید، اشاره کردید به بندر دبی، جبل علی و اینکه امارات چه بنادری داره، چقدر سرمایه گذاری جذب کرده. البته من بهم میگم اقتصاد شکننده دیگه. اشاره کردید به عراق که بندر فاوش رو داره راه میندازه و با ترکیه داره کریدور میزنه. اشاره کردید به عمان، سه تا بندری که داره، یکیش به چینی ها، یکیش به آمریکایی ها. اشاره کردید به بندر مبارکه کویت و اینکه ایران از همه این مسیرها جا مونده و اون رو بس دادید به اینکه نذارید گولتون بزنن، نگاه امنیتی نمیذاره توسعه پیدا کنیم اگه بخوایم با آمریکا ببندیم. نه آقای دکتر، این مسیری که دارید میرید سطح علمی شما رو زیر سوال میبره. با احترام، این نگاه اشتباه. اولا قطر قطر، عراق عراق، عمان عمان، هیچ کدوم اینها از دیدگاه آمریکا یک جا نیستن. همین عراقی که شما دارید مثال میزنید، روابطش با آمریکا هم خوب است و آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره، برای 1 میلیارد دلار پول نتونسته با آمریکا توافق کنه 1 میلیارد دلار پولشو بگیرن. در ثانی عراق زمانی میتونه بندر فاو رو راه اندازی کنه و عمان بنادرش رو و قطر بنادرش رو که منطقه ما شکل امنیتی نداشته باشه. زمانی عربستان میتونه به طرح 20-30 خودش برسه که اینجا شکل امنیتی نداشته باشه. امکان نداره نظم سلطه اجازه بده کشورهایی که نفت دارن صنعتی بشن. در ثانی بنادر، این حجم از بنادری که داره ساخته میشه، آقای دکتر شما دیگه چرا، این حجم از بنادری که داره ساخته میشه قرار هست بار کدوم کشوری رو جابجا کنه؟ چین در مقابل آمریکا تعریف میشه، چین در مقابل گلوبالیسم و شبکه اقتصاد غربی تعریف میشه. چین داره یک نظم شبکی ریلی که تو اون پتانسیل بالایی در تغییر و جابجایی کالا به غیر از شبکه دریا هست و دریاها رو دور میزنه ایجاد میکنه. بعد شما میگید که توسعه این بنادر به خاطر اختلاف ما با آمریکا غیر ممکن شده و ایران دور زده شده. شما به من بفرمایید آمریکا که 1 میلیارد دلار به عراق پول خودشو نمیده، 100 میلیارد دلار نفتشو نگه داشته، امکان این رو میده که بندر فاوشو راه بندازه، بعد وارد پروژه های کربن یک راه چین بشه، توسعه پیدا کنه، بعد یه شبکه برقی که با چین قرارداد بستن پدر عادل عبدالمهدی رو در آوردن. ما یک موضوعی رو باید لحاظ کنیم، چه آقای دکتر خاتمی، چه آقای تایزاده، چه آقای دکتر آرش رئیسی نژاد. این عدم روابط با آمریکا رو وقتی می‌خوایم به سمت روابط با آمریکا سوق بدیم، این چطوری باید رقم بخوره؟ چون اینجا دقیقا همون جاییه که شما همه فرار می‌کنید ازش. آقای دکتر آرش رئیسی نژاد میکروفون رو میگیره، میگه یک لحظه تصور کنید ایران و آمریکا بینشون اختلافی نیست، همه کف میزنن، سود میزنن. حالا بنادر ما چه شکلی میتونه بده؟ چقدر میتونیم سرمایه گذاری جذب کنیم؟ ببینید بندر امارات اینقدر میلیارد دلار بودجه رو صرف شده، بندر عمان اینقدر. خب این پیش‌فرضه رو یه لحظه باش کار دارم. یک لحظه چشماتون رو ببندید، فکر کنید بین ایران و آمریکا اختلافات گسترده‌ای هست. پامونو بذاریم رو زمین، حالا چشاتون رو باز کنید، اون پیش‌فرض‌هایی که رویایی رو بذارید کنار، چشا باز، بین ایران و آمریکا اختلافات بسیار گسترده‌ای هست. حالا می‌خوایم جذب سرمایه گذاری کنیم و روابطمون رو با آمریکا عادی سازی کنیم. آمریکا اما چی می‌خواد؟ نقشه عربستان، پترودلار، اون که داره عربستان ایفا می‌کنه. پلیس منطقه باشیم، مراقب کانال سوئز باشیم، مراقب باشیم مصر روش نکنه، ترکیه هژمونیش روش نکنه، ایران روش نکنه. اینو که اسرائیل داره انجام میده. اما چی میخواد؟ اگه قرار باشه ما با آمریکا عادی سازی کنیم، اولین نکاتی که بارها گفتم، از منطقه بیا بیرون، تسلیحات زیر 100 کیلومتر، سیاست‌های ما رو دنبال کن. در همسایگی روسیه الان ما این تسلیحات رو دادیم، شبکه محور مقاومتمون رو منحل کردیم،
از منطقه خارج شدیم، سیاست های آمریکا رو هم اعمال کردیم. آقای دکتر بفرم، مونولوگ نباشیم دیگه، من حاضرم هر زمانی بگید گفتگو کنیم. به عنوان یک شاگرد از شما پرسش کنم، من حاضرم شاگرد شما باشم، برای من افتخاریه چون شما رو علاوه بر سطح بسیار خوبی میدونم. بیا گفتگو کنیم، من سوال کنم و شما پاسخ بدید. چگونه میخواید این قفل رو باز کنید؟ آمریکا از شما چی میخواد؟ آمریکا از شما مهار روسیه رو میخواد. حالا ممکن شما بگید موازنه مثبت بازی کنیم. موازنه مثبت بازی کنید، پس آمریکا اون نگاه هر دو برنده ای رو یعنی به شما داره، یعنی روی میز به شما اجازه میده موازنه مثبت بازی کنی. این موازنه مثبت تو چه سطحیه؟ شما کشور پولی، شما قطر نیستی، امارات نیستی، شما پولی، شما اوکراینی، شما مصری، شما کویت نیستی. من تعجب میکنم تو بالاترین سطح ژئوپلیتیک علمی کشور، اساتید ژئوپلیتیک ما ایران رو با امارات مثال میزنن. شما یک کشور پولی، کشورهای پل وضعیتشون متفاوته. آمریکا از تو میخواد که روسیه رو مهار کنی. تو نمیتونی موازنه مثبت بازی کنی و موازنه منفی. میدونی چرا؟ چون تو موازنه مثبت نهایتا بین روسیه و آمریکا بر سر تو توافق میشه و اوکراین. شما دقیقا این عادی سازی روابط رو چگونه میخوای گرهشو باز کنی؟ چون این نظام با احمدی نژادش، با هاشمی رفسنجانیش، با خاتمیش، با روحانیش و با رئیسیش نتونسته حل کنه. همه مدل تفکری اومده، هیچ کدوم نتونستن عادی سازی رو حل کنن. چون ماهیتا اگر شما عادی سازی روابط انجام بدید، دوباره برمیگردید به همون زمانی که هی بر سر شما معامله میشد، جغرافیاتو تیکه تیکه میکردن. آقای زلنسکی میخواست بره اتحادیه اروپا، جذابه، میان سرمایه گذاری میکنن، بنادر تو گلستان میکنن، زیر ساختاتو زیر و رو میکنن. میخواست بره اتحادیه اروپا، هنوزم میخواد بره. چی شد؟ تو همسایگی روسیه چی شد؟ چه بلایی سرش اومد؟ ایران در همسایگی روسیه به عنوان کشور پل، دقیقا در وضعیت اوکراین، اگر بخواد بره سمت توسعه، بیان سرمایه گذاری کنن و با آمریکا ببنده، مون تا تسلیحات نداشت بشه، چه اتفاق خواهد افتاد؟ حالا خیلی ها میگن که قطر اومده توافق 10 ساله بسته با آمریکا، امارات با بریتانیا برای حفظ امنیتشون، همینطور عربستان با آمریکا، اینا 10 ساله بستن، پایگاه آمریکا هست. عربستان به قطر حمله کرد، اگر ایران ترکیه نبودن که الان کشوری به نام قطر وجود نداشت. آمریکا می‌خواست پشت کدومشون رو بگیره؟ هر دو متحدین آمریکا بودن دیگه. بچه لال شده بود. این مشکل رو ایران ترکیه حل کردن. قرار هست ما زیر ساختمون نابود بشه که آمریکا به اون تسلیحات برسونه با روسیه جنگ کنیم. روسیه به جز جنوبش اصلا گریزگاهی نره. چرا رویا میدید دست مردم؟ چرا رویا میبافید؟ 24 سال این نظام و این سیستم با همه شماها، چون شما همه شماها این نظامید، همه شماها، تقصیر و گردن این و اون نندازید. کل این مجموعه اسمش سیستمه. 24 سال سیستم با تفکرات متفاوت رفته با آمریکا گفتگو کرده، همین الان هم داره گفتگو میکنه. شما زمانی میتونی با آمریکا ببندی که آمریکا نگاه نورمالایز و نورمالیزیشن کردن تو رو بذاره کنار، بعد بیاد بشینه به تو پوانهایی بده، پوانهایی بگیره، بیاد بگه شما جنوب روسیه رو ببند، من اتمی شدن تو به رسمیت میشناسم، بیاد بگه شما شبکه گاز خودتو از طریق مدیترانه ببر، برسون به اروپا، من اروپا تحت فشار میذارم گاز روسیه رو نگیره. اینجوری روسیه مهار میشه، مثل کاری که اون موقع کرد با چین بست، با ایران تو سنتو بست، با اروپا بست. آیا آمریکا نگاهش به ایران امروز به اون نقطه رسیده؟ یا به فکر نرمالایز کردنه؟ یعنی یک کشور بی اثر دستورپذیر. عیبی نداره، ما هم مثل کووید میتونیم بی اثر دستورپذیر باشیم، اما کووید که تو همسایگی روسیه نیست، کووید که وسط در واقع جغرافیای اتصالی چین و روسیه و شبکه راه‌های جاده ابریشمی نیست.
کویت کویت، عراق شرایط خاصی داره، عراق هم عراقه. نشستن روی عراق، آمریکا با نشستنش روی عراق هم رو مدیترانه شامات مسلطه، هم در خلیج فارس مسلطه، هم مسلط با آسیای میانه است. حضورش تو افغانستان و عراق تفکر کاملا درستی بود. آسیای میانه، خلیج فارس و شامات رو کاملا کنترل کرده بود. مگه میاد عراق رو مثل امارات کنه؟ عراق یک تعریف دیگه ای داره. عراق باید ناامن باشه، باید غیر توسعه باشه، امکان تشدید جریان های ایدئولوژیک باشه تا شبکه راه ها و ارتباطاتی که میتونه بین کشورهای بلوک شرقی ایجاد شه رو قطع کنه. بعد شما از بندر فاف صحبت میکنید، از جبل علی میگید، و اینکه نذارید به بهانه امنیت فریبتون بدن. آقای دکتر خاتمی، شما میفرمایید که ما میتونیم ضد غربی نباشیم اما ضد استعماری باشیم. و استعمار یعنی غرب دیگه. استعمار کجا میشه؟ ترینیداد و توباگو که استعمار نیست که، استعمارگر نیست که. کنگو که استعمارگر نیست که. جزای سلیمان که استعمارگر نیست. آخه چرا رویا میبافید؟ چرا رویا میفروشید؟ این چه صحبتیه که ما میتونیم ضد استعماری بمونیم علاوز هویتی ولی ضد آمریکایی و غربی نباشیم؟ اساس یوترن و پترودلار و شبکه سوئیفت و تمام اینها یک نگاه استعماری داره. هر زمانی هر دستوری بده تحریمت میکنه، هر جا ناراضی باشه نگاه های چند جانبه مسائل حقوق بشری، یه جا حقوق بشر رعایت نمیشه تحریم نمیکنه، یه جا تحریم میکنه. استعمار یعنی چی معنیش؟ استعمار یعنی اینکه چقدر برق تولید کن، چقدر برق تولید نکن، چقدر گندم بکار، چقدر گندم نکار. من میگم خب این که همون شد که شما با آمریکا چطوری میخوایی ببندی که هم قدرت نظامیت باشه، هم استقلال سیاسیت باشه، هم امکان توسعه رو بهت بده. شما چطور میخواید ببندید؟ فقط یه راه داره من به شما بگم. میخواید بنادر سرمایه گذار بیاد، باید آمریکا قدرت تو رو بپذیره و نیاز به تو پیدا بکنه تا بیاد با تو ببنده. کاری که چین کرد، با چین دعوا داشت، با چین تو کره تو نقاط مختلف شرق آسیا نیابتی درگیر بود. آمریکا اتمی شد چین، گفت حالا پاشو بیا ببند، بیا صحبت کنیم. صحبت میکنیم، من با استالین هم صحبت میکنم، با تو هم صحبت میکنم. استالین نتونست پوان خوب بده، آمریکا داد، با آمریکا بست. وقتی قدرت نداری که نمیاد با گفته کنه. حالا تو میگی بیا توسعه بده، باشه منم از شوروی فاصله میگیرم، بیچارش. آها، شما با کدوم میدانی میخواستی بری با آمریکا گفته او کنی؟ اون نیاز آمریکا بعد ایجاد بشه؟ اگه تو بازی به همزن طرحهای آمریکا نباشی که اون نیاز ایجاد نمیشه، باید مجبور شی بیاد با تو ببنده. کجا میخواستی مجبورش کنی؟ چطور میخواستی ببندی که هم استقلال تو داشته باشی، هم جمهوریت تو داشته باشی، هم زیرساختاتو تکمیل کنه، هم سرمایه گذار بیاد؟ تو هم بگی ضد آمریکایی نیستم دیگه، ضد استعماری نیستم. رویا نبافید و واقعا مراقب باشن اساتید جوان با این زرق و برق ها و این نوع رسانه‌ای که سمتشون اومده. شما رو ناخودآگاه هول میدن به اون چیزی که اونا دوست دارن بگید. خودتون هم میدونید اون جملاتی که اونجا استفاده شد، جملات خیلی بایکدار و نگاه خیلی عجیبی بود. هیچ ژئوپلیتیک دانی هیچ وقت نمیاد امارات رو با ایران مقایسه کنه، عراق رو با عمان. هر کدوم اینا شرط خوش ندارن. یه روز آمریکا میاد، با پوان میاد سمت ما، دور نیست. من همیشه گفتم آمریکا تنها راهش برای مهار چین و روسیه ایرانه، همونطور که چین و روسیه تنها راهشون برای بالانس در مقابل آمریکا و ناتو ایرانه. مرسی همراه بودید، سپاسگزارم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.